دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر کجای جهان هستین جان و صحتمند باشین. از قسمی که در شروع ویدیو دیدین که امروز آمدیم در رستوران نوربند که از برادرها و قومای خود از ما و شما عزیزا دیگه کسایی که در تهران هستن دلشون بر غذای وطنی تنگ شده، اگر دوست داشت حتما بیاین اینجا و از غذای لذیذی که در این رستوران بر شما زنده نظر گرفته استفاده کنید و لذت ببرین. عزیزا ما میریم داخل، تزئینات و غذاهای وطنی را که رستوران داره بر شما زن نشان میدیم. فکر کنم هر خدمات که رستوران داره در روی همین تخته سیاه نوشته هم قیمتایش هم نام غذاهایش. از جمله غذای وطنی که اینجا هسته، بله؟ غذای وطنی اینجا نیسته، البته گفته داره، شاید در منویش باشه، منوی که پیشه مشتری ها میاره اونجا شاید باشه، اینجا ننوشته. آل البته هوا سرده، در فضای باز مشتری ها زیاد نمیشینه. داخل همین غرفه هایی که پلاستیک گرفته بخاری هم هسته. ما همیشه تلاش مایی بوده که شخصیت های هنری، شخصیت های که کارآفرین هست در ایران معرفی این شخصیت ها هست که در کنار ما آقای سروش مسئول همین رستوران وطنی. به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت شما و تمام همکارانتون که واقعا زحمت کشیدین، لطف کردین آمدین اینجا سری از ما زدین. سمردین سروش هستم، اصالتا از افغانستان و اینجا دانشجو هستم، تو مقطع دکترا درس میخونم و تقریبا بعد از سقوط افغانستان آمدم به ایران، یعنی بیشتر از یک سال میشه تو اینجا. در کناری که درس و تحصیل خود ادامه میتیم، خواستیم اینجا حداقل کار را بیندازیم که بتونیم هم خودی ما هم تا چند تا مثلا کسایی که علاقه به کار دارن، کسایی که میخوان کار بکنن، باشن ایجاد اشتغال بکنیم. برای همین رستوران نوربند تقریبا 4 ماه قبل اینجا افتتاح کردیم و داریم کار میکنیم. غذای ایرانی را کلن داریم که توی ایران معموله، از اون غذاها را کامل داریم، بورسیشو، مینوشو، بعد یک سری غذای افغانی هم چون یک سری مشتری های افغانی داریم، بچه های افغانستان، فامیلی ها، خانوادگی ها من و دوست دارن یک سری غذاها را، مثلا غذای افغانی مثل آشک، منتو، قابلی، کباب تیکه، سوپ، بولانی، مثلا این غذایی است که معمولا تو افغانستان طرفدار زیاد دارن و علاقه من زیاد دارن. در رستوران چیزی که خیلی مهمه، جایی که خیلی حساسه، آشپزخانه. یک بار بریم آشپزخانه، امروی کسایی که آشپزخانه کار نه صحبت میدیم، محیط آشپزخانه رو براتون یک بار نشون میدیم. بای سلام. سلام، خوب هستین؟ سلامتین؟ سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. امیدوارم که بعد رضا نوری هستم و سرآشپز نوربندم و بعد اینجا گوش خورد میکنم برای غذای محلی خودمونو قابلی پلو جور میکنم. آقای رضا سرآشپز نوربند. بله. خب تصمیم دارین چی پخته کنین امروز؟ من امروز گوشت رو خورد میکنم، گوشت گوسفند است. خب. بعد ازش قابلی پلو جور میکنم و دیگه همین. برای شب درست میکنم. برای شب درست میکنم. بله. که گذشته. بعضم شام در خدمت شما باشیم، مهمان ما باشیم. تشکر. آله دیگه ما اینجا را پیدا کردیم، هر وقت که دل ما غذای وطنی شد اینجا حتما میاییم. ما غذا وطنی، همه غذا وطنی اونجا داریم و درست میکنیم، اشک، منتو، بعد قابلی پلو، بعد همونشو غذا ما اونجا جور میکنیم، تیار میکنیم. هم غذا ایرانی، کباب ما داریم اینجا، تیار میکنیم، آماده میکنیم، جور میکنیم. باز همشهره ایرانی هم قابلی پلو سفارش میده؟ بله بله، خیلی ها سفارش میده، خیلی دوست داره. مثلا اینجا غذا میاد، دوستان میاد میشینه غذا میخوره و بعد میپرسن میگم چه غذایی، ما میگیم که غذای محلی مال افغانستانه، غذای معروفی که تو حساب بین المللی حساب میشه. باز با امر گوشت مرغ هم درست میدیم قابلی؟ نه، ما برای مخصوصا برای کباب، جوجه کباب مونه که هست که دیگه غذای مال ایرانی کباب، بعد جور میکنیم، باز سالادا باش جور میکنیم و این سینماق جداست، این گوشت برای مخصوصا قابلی پلو و ایناست. اینم که ماهیچه است دیگه، ماهیچه قابلی پلو جور میکنیم و گوشت تازه، غذای روز کشتار. تا چند ساعت دیگه درست میشه؟ اینا تا واسه شام ساعت های 8 بجه 9 بجه تیار میشه. خب پس باشین دیگه، ما
باشین باشیم یا بریم باشیم. نه ما می باشیم یک چند تا از دوستای دیگه ما هم پشت غذای وطنی دلتنگ می‌زنه اونا زنگ می‌زنیم بیاین حتما زنگ در خدمت هستیم بیایش آره. مشکل نداره. این آیشه که این مانتوست خب داخل مانتو چی می‌ذارین؟ داخل مانتو گوشت چرخ کرده جور می‌کنیم که گوشت قرمز است مال رون گوسفندی است. باز آیشه اینجا تره میگه ما گندنه میگه نه؟ اینه ما تره میگه گندنه میگه فرق میکنه نمیشن آره. اینم تره جور میکنیم که دیگه از این دیگاه آشق در ایران پیدا نمیشنه؟ نه 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 این از افغانستان مخصوص افغانستان میاد بعد بیشتر همشاری ما سفارش میده تو ایرانی مثلا دوستای آشنا میاد اینجا غذا ما محلی رو تست میکنه میخوره خوش داره. همه غذاها زیر نظر از شما پخته میشه اینجا نه؟ بله 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 همه غذا ما تیار جور میکنیم. باز در خانه آشپزی مونید نه؟ در خانه هم دیگه آشپزی کم کم میکنین دیگه نه زیاد. از غذاهای درست نین خودتان کدام دست پخت خیلی دوست داری؟ من دست پخت خودم قابلی پلو بیشتر از عمو دوست دارم که غذای وطنی محلی معروف است. خودم بیشتر خوش دارم دوست دارم ولی عشق و مانتون که دیگه غذای خانگی هست دیگه آره دیگه اونو که حواس دیگه مثلا دوست داشتم عشق و مانتون خیلی خوشمزه هست ولی زحمت خیلی زیاد زیامت که زیاد داره دیگه آره. بعد خمیر جور کنی گندنه تپ بدی جور کنی گوشت تپ بدی جور کنی لحاش جور کنی اینا ما امروز غذای وطنی سفارش داده باید وطن که غذا میس میشه سمنتو شاید در تصویرم برتون واضح باشه ازا وگرنه دیگه غذاهای وطنی هم در مینو داشت دیگه دوستای ما اگر صحبت های داشته باشه دوستای عزیز قسم که خانم ناز از سنیار گفت موده یک از رستورانت های سنتی شهر تهران در شکر دیم البته غذاهای بسیار لذیذ افغانی داره که امروز زحمت کشته دیگه ما رو میمان کده و یک روز خوبیه که آقای توحیدی و آقای رایان هم تشریف داره امرای آقای رویان ما خودم شخصا تازه آشناشتم کارشان در بخش تصویر برداره و ادد و واقعا حرفه ایه که ما خیلی زیاد معلومات ندارم را خود چی میگه دیگه امرای از ما امرای در یک دو ویدیو همکاری هم داشتن که انشالله یک چند روزی که در ایران هسته وعده داده که امرای همکاری به می ویدیو بگم که باز نظرش تغییر نکنه آقای رویان دوستان عزیز ببخشین ما وقتی که منتو میگرنم دیگه کل گپ سخن از یادم موره ها چون اول شکم بعد بقیه چیزا دوستا صحبت کردن لطف کردن ما خود ما شخصا کسا وقت غذا را میگرنم صحبت کردو از یادم موره من ترجیح میدادم که بعد از غذا صحبت کنم حال ما را غافل گیر کردن یا دیگه ما مجبور رادیون میدل گفته برم شما نان خود راحت نشجان کن امروز به توافق دوستا همدیم در یک رستوران از قومای دمین در تهران خیلی غذای لذیذ میده ما خود ما شخصا چهار ماه میشه که از کابل دوریم ما روی منتو آشه گوش نکدم یک دفعه دوستا گفتن که بوریم در یک جای قابلی میده در میدان امام حسین بود اونجا رفتیم اگه تو قابلی داد نزدیک کشتر موره ولی این رستورانی که امروز همدیم هم فضای خوب داره هم غذایش خوبشه هم تمیزه دیگه با جمع دوستای هنرمند و اهل هنر و کارهای هنری هم دیم آقای حسین توحیدی شاعره آقای علی مشعل هم شاعره هم یوتیوبره البته نیمچه یوتیوبره خب چون تازه شده دیگه نیاز شدید در حمایت را خانوم حسنیار کسته دیگه خودون چون میشناسین دیگه آجت در گفته نداره علی مشعل از او طرف از اتاق فرمان میگه که ما نیاز در حمایت داره آقای توحیدی را فقط شعرهایش را بخوانید و لذت ببرید بچه کتاب نه در نظر درین یا نداره مگه شعرهای که من شکست نفسیش زیاد اخوا اگه در نظر داشتم پیش از پیش نمگه در رابطه با می چینل یوتیوب اگر کدام کس از یک نفر پرسان کده یک نفر از من پیز موسته بسیار شوخه پرسان کده که اواجی فیسبوک دره گفتد یک دنه چقنه هسته حالا از ما یک دنه رزگگ چینل یوتیوب داریم که هدف مفیدن از او درامزایی چیزا نیه فقط بخش کوچیک از کارهایی را که انجام میدیم اگر فرصت شد در اونجا اپلود منیم که دوستا قومایی که دور از وطن هم مستفید شنه من تویتون که واقعا حرف نداشت این روز ما نوشی جان کردیم نوشی جان تان واقعا امو تم که در وطن داشت اونمو اینجا داشت یعنی حرف نداشت واقعا خوشمزه بود دستان در نکنه انشالله که کارتان پر رونقتر باشه هر روز پر رونقتر شده بره دیگه چند نفر اینجا کار میکنن؟ اینجا تقریبا 10 نفر فعلا مشغول به کارن
به شمول خانم ها به شمول آقایان ما 10 نفر پرسنل داریم، چون برنامه داریم که انشالله کارا بهتر بشه و تعداد کارمندار و تعداد پرسنل هم افزایش بدیم مطابق با اون ظرفیتی که ایجاد میشه، مطابق با نیازهایی که ایجاد میشه ما مطابق با اون پرسنل استخدام میکنیم. فعلا 10 نفر پرسنل داریم به شمول خانم ها و آقایان. در مناسبت های خاص اینجا برنامه هم دارین؟ آره آره، برای مثلا معمولا جشنهای تولد هست، دوره همی ها هست و بعضی دوست ها با هم میان اینجا مثلا یه مناسبت خاص دارن، برای اینا برنامه های ویژه داریم، مینای ویژه داریم، بورس های ویژه داریم. بعد معمولا تو مناسبت های ویژه ای که تو سطح کشور هست یک سری تخفیف ها داریم، مثلا مناسبت های تولد هست، مناسبت های چیز هست، برای مشتری ها تخفیف میتیم تا اینکه بیشتر علاقه مند بشن، بیشتر بیان استفاده بکنند. آقای سروش، جای افتخار است که امروز شما امروز صحبت میکنم و واقعا جای دلخوشیه که هموطنای ما میاد یک جای اشتغال زایی میکنه، یک کار با وجود میاره و نان سر دسترخوان چندین خانواده دیگه فراهم میکنه. ممنون، دست شما درد نکنه. خب هر انسانی در حد توانش باید تلاش بکنه که حداقل هم برای خود هم برای 4 تا آدمی که نیاز به کار دارن ایجاد شغل بکنن. ما هم برای همین منظور خواستیم اینجا هم در کنارش خودی ما هم بتانیم یک کار ایجاد بکنیم، هم بتانیم در کنارش 4 تا آدمایی که نیاز به کار دارن اینا رو اینجا استخدام بکنیم استفاده بکنن. هدف همین بوده، هم بتانیم غذای خوبی برای همشهری‌ها برای همشهری‌های ایرانی ارائه بکنیم، هدف ما این بوده. البته پیام گفتنی اگر داشته باشین در آخر؟ پیام ما برای همه همشهری‌ها، برای همه کسایی که این برنامه رو می‌بینن این است که خب در هر جا هر انسان‌های موفق اونایی هستن که در هر جا میرن در واقع شغل آفرینی میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن، هم برای خود هم برای دیگرها. انسان مفید برای کسی ما میگیم که هم برای خود باید بتونه کاری بکنه، هم بتونه برای کاری برای دیگرها بکنه. ما هم به این هدف اومدیم اینجا، مثلا این رستوران رو زدیم برای که بتونیم هم برای خود کاری درست بکنیم، هم برای کسایی که نیازمند به کار هستن و از همه عزیزان و کسانی که ویدیو رو میبینن این برنامه رو تماشا میکنن اگر عاجزانه تقاضا داریم دوستانه که هر وقت خواستن این رستوران مال خودشان است، در خدمت خودشان است، برای همه در ما باز هست، اگر بیان اینجا از اینجا لذت ببرن از این فضا. آره. از غذا ما کوشش میکنیم که غذای بهتر با کیفیت و مطابق با اون استانداردهای صحی ارائه بکنیم برای مشتریان. خیلی زیاد تشکر آقای سروش. دوستان عزیز، شما خدمات و دکوریشن و غذای این رستوران دیدین، اگر دوست داشتین حتما با خانواده تان با فامیلتان بیاین و اوقات خوب و خوش را در رستوران براتون ثبت کنین. این بود برنامه امروزی ما که تقدیم شما زان شده. توجه و همراهیتان جهان سپاس. خدا نگهدار. دست شما درد نکنه. خوش آمدین. تشکرم. خوشحال شدم.